رئیس سازمان حج و زیارت ایران و وزیر حج عربستان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند و بدین ترتیب اولین دیدار رسمی مقامات این دو کشور در عربستان سعودی پس از سالها قطع روابط دیپلماتیک رقم خورد. صادق حسینی رئیس سازمان حج و زیارت ایران و توفیق بن فوزان ربیعه وزیر حج و عمره عربستان در این دیدار درباره درخواست افزایش سهمیه حجاج ایرانی، رفع موانع عمره، افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های مربوطه و امنیت حجاج گفتگو کردند. رئیس سازمان حج و زیارت ایران با اشاره به برخی سوء تفاهم‌های سیاسی موجود بین ایران و عربستان و انجام مذاکرات دو کشور به منظور حل و فصل مشکلات موجود، ابراز امیدواری کرد که دیپلماسی حج به کمک دیپلماسی سیاسی آمده و در حل شدن مشکلات موجود نقش‌آفرینی کند. رئیس سازمان حج و زیارت ایران همچنین با اشاره به اینکه بیش از 1,200,000 زائر ایرانی در نوبت اعزام به حج تمتع قرار دارند، از طرف سعودی خواست که موضوع افزایش سهمیه ایران در این سفر معنوی مورد موافقت قرار گیرد. وزیر حج و عمره عربستان نیز با بیان اینکه مسئله امنیت و سلامت حجاج تمامی کشورها مهمترین اولویت دولت این کشور به شمار می رود، گفت نظر به لغو اعزام حجاج از سوی برخی کشورها و همچنین عدم استفاده برخی دیگر از کشورها از تمام سهمیه خود، موضوع افزایش سهمیه امسال مورد بررسی قرار گرفته و در صورت مهیا بودن شرایط به اطلاع مقامات ایرانی خواهد رسید. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.